تمام مدت ما چشمامون بسته بود، هیچی نمیدیدیم. حتی من داخل سلول که رسیدم پرسیدم اینجا کجاست، یعنی نمیدونستم کجا من آورشتم. زندان بود ولی چه زندانی نمیدونستم، که به من گفتن که اینجا زندان اوینه. و باز هم خیلی ترسیدم، و چرا زندان اوین، مگه یه دفعه چی شد؟ دستای من از جلو بستن به اون میله های اون تخت ورشویی با سیمی بر، پاهام هم از پشت گلن گلن رو کشیده بود. از صداشون همه شون اومده بود و اومد اصله رو یه دونه بودش، یه اسه بودش گذاشت تو شقیقه من. اون موقع تازه میفهمیم که دیگه واقعا بچه بودی، تا اون موقع فهم میکردی خیلی بزرگی، ولی مثل بیت من میگرد. این محمد نبودی ریتم داشت، به جاهایش سکوت بود سینه میزدن. محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشت، این که میخونه بعد به جایی قطع میشد، فقط صدای سینه میومد. با این سینه سینه کابل میزدن بازجوها. حواس پنجگانت رو ازت میگیرن، محدودش میکنن، نه میتونی حرف بزنی، نه چیزی میبینی، نه میتونی حرکت بکنی. زن دیگه رو دیدم که پاهاش زخمی بود و ناله میکرد، که من دیدم خودش رو زمین میکشه میره، چهار دست و پا میرفت. دخترها و پسرهای جوانی که هنوز سالها رو در پیش داشتند، که چقدر دوست داشتنی بودن، چقدر زجر کشیدن، دیوانه شدن و یا خودکشی کردن. توی زندان هزار نفر بود دیگه، یعنی اینجوری زندگی میکردیم. اتاقایی بود که کاملا پر شده بود، 100 نفر 150 نفر. نه غذای کافی داشتیم، نه توالت داشتیم، نه حمام داشتیم، و فقط بازجویی بود، شکنجه بود و همین. بعد مادر خدا بیامرز منم دم در یهو دیدم چشای گریون و اینا دارن منو با لباس تو خونه هم توی دارن کشون کشون میبرن. صداشو شنیدم، گفت من بچه‌مو کجا منم میام. اینم گفتم باشه، اینم ورش داره ببر. سر همین حرف 2 سال تو زندان بود بیچاره.